من 28 تا 30 مهر ماه رفتم اصفهان، به محض اینکه رسیدم ترمینال کاوه رفتم اونجا یه املت مشتی زدم، بعدش پاشدم رفتم نقش جهان. سر صبح هیچی تو نقش جهان نی؟ ما پاشدی اومدیم اینجا 10% هم بیشتر شاژ ندارم و دلم نیومد فیلم نگیرم، خیلی خوشگله. الان از ساعت 6 صبح تا ساعت 9 صبح تو خود محوطه نقش جهان گشتم، بعدش با شدم رفتم موزه های اطراف و مسجد های اطراف و حسابی گشتم، توی همه شبستوناش یه دل سیر برای خودم آواز خوندم، بعدش با شدم رفتم جان اسنک که دلی از غذا در بیارم. تو خود بازار یه قسمتی هستش به اسم چای حاج میرزا به زبان اصفهانی که یه رستوران خیلی قدیمی داره که از قدیم اونجا بوده و کلی تجهیزات و وسیله های قدیمی توش داره. سوغ گوشتولاش خیلی خوشمزه است، غذاهای سنتی هم داره، برنجی هم داره، بقیه غذاهای برنجیش هم خوب بود. بعد نهار یه چرخی توی بازار زدم، کلی تیمچه و کافه‌های کوچیک و بزرگ با کلی خوراکی خوشمزه داشتش، نمه نمه انداختم رفتم طرف میدان امام حسین که بارون گرفت. بارون چی میگه یهویی؟ تگرگ بارون یهویی. رسیدم میدون، بارون زده بود، همینجوری هم سرسبز بود، نم بارون هم اومده بود و عالی شده بود هوا. بعد از اونجا بخاطر اینکه وقت تلف نکنم سریع ماشین گرفتم و رفتم طرف کلیسای بانک. چند باری کلیسای وانک رفته بودم ولی این سری با دل درست نشستم قسمت اصلی کلیسا رو، تمام مطالب و قسمت‌های تاریخیش که این سری برام جذابیت‌های بیشتری داشتش مطالعه کردم و بعدش خب موزه‌ش هم باز بود، با سر فرصت رفتم حسابی موزه اصلیش هم گشتم خسته و گرسنه. بعدش پاشدیم رفتیم موسی آراکل، یه کافه است توی منطقه جلفا، خیلی خوشگل بود، خیلی باصفا بود، ولی شیرینی اصلی ارمنی تموم کرده بود. ما یه شیرینی خیلی معمولی خوردیم ولی اونم خیلی 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 خوشمزه بود، حتما اگر رفتید اصفهان اینو امتحان کنید. برای شب هم یه تئاتر دعوت شدیم، خیلی دارک بود ولی به هر حال. بعد تئاتر شب مهتاب بود، رفتیم پل خاجو، زاینده رود آب نداشتش ولی پلیا بودن و حسابی شعر خوندن و ما هم کیف کردیم. دل میفروش ارزون ز خدا بی خبره، اگه سودی ببره بی وفا میخره. لا 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 بعد پل خاجو یه شام مختصر خوردم و رفتم هاستل رو تحویل گرفتم و رفتم برای خواب. از روز دوم خیلی عکس و فیلم ندارم به خاطر اینکه خیلی سرم شلوغ بودش. فقط بعد از ظهر رفتم قهوه آراکا، کافه آراکا که اونجا شیرینی اصلی ارمنیاش خیلی معروفه، که یه دونه امریکانو که شیرینی نشده بودم باهاش گرفتم و واقعا شیرینی اصلی ارمنی خیلی خیلی شیرینی خاص و بسیار خوشمزه ایه و حتما این کافه رو و این شیرینی رو خیلی پیشنهاد میدم. به علاوه اینکه قدم زدن توی اون کوچه پس کوچه های دور کافه آراکا و جلفا توی اون منطقه واقعا بی‌نظیره و حس خیلی باحالی داره. شب یه شام مختصر خوردم و رفتم هتل و تحویل گرفتم و دیگه سریع رفتم خوابیدم و بیهوش شدم. واقعا روز سوم مثل روز دوم سر کار بودم و خیلی سرم شلوغ بودش و برای نهار فقط رسیدم رفتم که رستوران شهرزاد. رستوران شهرزاد تو همون قسمت چهارباغ هستش، یه رستوران قدیمی و سنتی و با سابقه است، خیلی غذاهاش خوشمزه است. من اونجا بریونی خوردم که آبگوشتش هم داد و واقعا خیلی خوشمزه بود. از ساعت‌های باقی مونده اصفهان بودنم استفاده کردم و رفتم چهارباغ عباسی و حسابی گشتم. اونجا یه موزه موسیقی داشتش که کلی ادوات و آلات موسیقی ایرانی و سنتی و جدید و اروپایی و آمریکایی و محلی داشتش و کلی توضیحات جالب بهمون دادن. بعد که بازدید از موزه تموم شد، همون خانومی که به ما داشتن توضیح میدادن ما رو دعوت کردن به یه دونه سالن. بعد اون خانومی که داشتن بلیط می‌فروختن و اون آقایی که ما رو راهنمایی کرده بودن و اون یه خانم دیگه که تو دفتر بودن، همشون اومدن توی اون سالونه و نشستن پشت سازهایی که توی اون سالن وجود داشت و برای ما یک موسیقی زنده سنتی با کیفیت بسیار بسیار بالا زدن و عملا ما با یک هزینه خیلی اندک یک اجرای کاملا خصوصی داشتیم و این شاید بی‌نظیرترین تجربه‌ای بودش که من در زمینه موسیقی داشتم و واقعا منقلب شده. آخرین برنامه‌ای هم که تو اصفهان داشتم این بودش که برم عدالت و گوشفیل و دوغ بخورم. دوغ و گوشفیل عدالت خیلی معروفه، واقعا مزهش فرق داشتش ولی جز خوراکیایی هستش که ممکنه دلم براش تنگ نشه، ولی واقعا اصفهان بدون گوشفیل یه جوری میشه، واقعا خیلی چسبید.
خیلی دقیقه 90 یکی از دوستای اصفهانیم رو دیدم و رفتیم با هم دوباره شهرزاد و خورش ماس خوردیم. خیلی خوراکی عجیبی بود واقعا، ولی برای تجربهش حس باحالی بودش. بعد از اون به دعوت دوستم رفتیم هتل عباسی که توی برنامه‌ام نبودش، ندیده بودمش و خیلی هم چیزی ازش نمیدونستم. وقتی وارد شدم واقعا سورپرایز شدم. محیط بسیار قشنگی داشتش، کلا یک محوطه خیلی قدیمیه که بازسازیش کردن، محوطه سبز و حوض‌های باحالی داره. اونجا فرینی و آش‌هاش خیلی خوشمزه است. اینا رو هم تست کردیم و با یه تجربه خیلی خوب از اصفهان خدافظی کردم.